با سلام میگم به شما بینندگان عزیز، شهلا دانشور هستم. برنامه کارگران به یک دنیای بهتر رو خدمتتون تقدیم میکنم. امیدوارم حال شما عزیزان خوب باشه، آماده دیدن برنامه این هفته ما باشید. موضوعات اتفاقات مهمی رو پشت سر گذاشتیم. اول ماه مه روز جهانی کارگر، یک اول ماه مه رزمنده و باشکوه، و روز بعد از اون 12 اردیبهشت تجمعات سراسری معلمان شاغل و بازنشسته. در مورد این اتفاقات صحبت میکنیم. همونطور که گفتم اول ماه مه به همون شکلی که انتظار میرفت و قبلا هم صحبت کرده بودیم، به طور واقعی ادامه اتفاقات شورانگیزی بود که در سال گذشته در نیشگر افتپه، در گروه ملی یا فولاد اهواز، در جاهای مختلف، در جامعه‌ای که پر از تلاطم هست، در ادامه این اتفاقات بود و رنگ روی این اوضاع رو داشت. نماد دیگه بود از عروج طبقه کارگر، جنبش کارگری در جلوی صحنه سیاسی جامعه. علارغم دستگیری‌ها، علارغم احصارها، کارگران و بخش‌های مختلف معترض جامعه ایستادند و گفتند روز جهانی کارگر حق مسلم ماست و اون رو برگزار کردند. به این مناسبت 14 تشکل کارگری، سندیکای واحد، اتحادیه آزاد، کمیته پیگیری، شورای بازنشستگان، اتحاد بازنشستگان، اتحاد سراسری بازنشستگان، شورای بازنشستگان، نتامین اجتماعی، سندیکای کارگران نقاشان البرز، شورای کارگران شاغل و بیکار، کانون مدافعان کارگر، اتحادیه نیروی کار پروژه‌ای، بازنشستگان سندیکای بافند سوزنی، بازنشستگان فلزکار مکانیک، جمعی از کارگران سمکار فلزکار مکانیک، سندیکای کارگران فلزکار مکانیک و همینجور ندای زنان ایران، چندین دانشگاه، دانشگاه‌های تهران، هنر، پلی‌تکنیک، تربیت مدرس، علامه طباطبایی، همه با هم به اتفاق فراخوان دادن، بعضن فراخوان‌های مشترک و بعضن فراخوان‌های خودشون رو، ولی برای یک مکان مشترک جلوی مجلس ساعت 10 صبح جمع میشیم و جمع شدند. دومین نکته این بود قطعنامه هایی که بر مناسبت این روز داده شد از طرف همه این بخش ها، کانون نویسندگان ایران و همه اینها، قطعنامه هایی که بر خواستای سراسری کل جامعه تاکید میذاشت و پلتفرم مبارزه جامعه برای پیشروی های بیشتر و جارو کردن این بساط سرمایه‌داری حاکم بود. قطعنامه هایی که بر اون میبینیم که از حق تشکل، حق اعتصاب، حق تجمع، حق برگزاری روز جهانی کارگر و مسئله آزادی بدون قید شرط زندانیان سیاسی، پایان دادن به امنیتی کردن مبارزات و همه اینها موج میزد. اعدام باید لغو شود و شکنجه باید لغو شود. اینها بندهای قطعنامه بود و تأییدی بود بر کیفرخواست اسماعیل بخشی، تأییدی بود بر مبارزه علیه امنیتی کردن مبارزات. و این رو نه فقط در قطعنامه، در کف خیابون، در شعارها دیدیم. زندانی سیاسی آزاد باید گردد، کارگر زندانی آزاد گردد، برخورد امنیتی محکوم است. عکس های اسماعیل بخشی، عکس سپیده قلیا، عکس جعفر عظیم‌زاده، عکس اکرم نصیریان، همیار سیرزدگان و آموزگار کودکان کار و از فعالین دفاع از حقوق کودک، همه اینها وجود بسیار درخشانی از این روز بودش. معلم، کارگر، بازنشسته، دانشجو، همه کنار هم ایستادن و این چنین اول ماه مه رو با شکوه به پا کردن و پیام اون به این حکومت این بود که میسیم و اجازه نمیدیم، جلوی سرکوب ها میسیم و خواست ها رو پیش بریم. و در کف خیابان شعار داده شد منطق سرمایه‌داری، استثمار و بیکاری، حقوقای نجومی، فلاکت عمومی، دوزی های نجومی، فلاکت عمومی. و به این شکل پیام اول ماه مه کیفرخواست سرمایه‌داری بود، همونطور که باید باشه. و این روز با محتوا تمام قامت محتوای واقعی خودش رو داشت. به همه دست اندرکاران این روز درود میگم
دست تک تک این عزیزان رو به گرمی می فشارم. تعدادی در این مراسم دستگیر شدن، 45 نفر در تهران و قبل از اون در ششم اردیبهشت ماه در پارک جهان نما که تدارک و استقبال اول می بود، تعدادی بازداشت شدن که 3 نفر از اونها پروین محمدی و علیرضا ثقفی و خالص سفرزاده همچنان در بازداشت هستند و در این حال تو این فاصله اکرم نصیریان دستگیر شد در 9 اردیبهشت و در روز 12 اردیبهشت هم رسول بوداغی به محمد فلاحی بازداشت شدند. تمامی این دستگیر شدگان باید فوراً آزاد بشن و این اتحاد و همبستگی که در اول می شاهدش بودیم باید خودش رو در ستاد رزمنده برای آزادی تمامی بازداشت شدگان و دستگیر زندانیان سیاسی، آزادی جعفر عظیم‌زاده، اسماعیل بخشی، سپیده قلیان، همه اینا خودش رو در اینها باید نشون بده. فیلمی میبینیم از اول ماه مه و برنامه رو دنبال میکنیم. یک ابتکار جالب در این اول ماه مه پیام جمعی بود از طرف تعدادی از جمع و تشکل‌های کارگری، 8 تشکل جمع کارگری که عبارت بودند انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، سندیکای نقاشان الپوش، شورای بازنشستگان ایران، شورای کارگران شاغل و بیکار، کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری، جمعی از کارگران ایران خودرو، جمعی از کارگران پارس خودرو، جمعی از فعالین لغو کار کودکان که در پیام خودشون به تمام تشکل‌های کارگری در سطح جهان این روز رو، روز اول ماه مه رو شادباش گفتن و در اون گفتن ما در آستانه روز جهانی کارگر ضمن گرامی داشت پیوند طبقاتی و تاریخی ما با تمامی هم سرنوشتیان در سراسر جهان مجدداً یادآور می‌گردیم که نبرد نهایی برای احقاق حقوقمان، رفاه، شادی، آزادی، اداره شورای در راه است و پیروزی در گروه اتحاد بین المللی ماست، که این هم حرکت بسیار جالب بود. اول ماه مه نه تنها در تهران بلکه در شهرهای مختلف، در سنندج بپا شد و همینجور در کامیاران برپا شد و در مریوان برپا شد، در دانشگاه های اصفهان و مازندران برپا شد. فیلمی میبینیم از مراسم اول ماه مه در سنندج. این همه دلستر زندان سهم کارگر، این همه
همونطور که اشاره کردم در آستانه اول ماه ششم اردیبهشت ماه در پارک جهان‌نما تعداد دستگیر شدن پروین محمدی و یکی از این دستگیر شدگان همچنان در بازداشت. مادر پروین محمدی خانم سغرا شرف‌الدین پیامی میده به مناسبت روز جهانی کارگر، این پیام رو میبینیم. مادر پروین محمدی هستم. از طرف خودم و پروین محمدی همه کارگرهایی که در زندان هستن روز جهانی کارگر به همه کارگر زحمتشان تبریک میگم. متاسفانه کارگرای ما امروز که آمدن تجمع کنن مثلا روز کارگر جشن بگیرن، به جایی که جواب کارگرها رو به خوبی بدن، گوش کارفرماها رو بگیرن، حق کارگرها رو بدن، میریزن نیروی امنیتی ما میریزه کارگرها رو میگیرن زندان میکنن که چرا اینجا آمدین اعتراض کردین. واقعا متاسفم. به امید روزی که همه کارگرها از زحمتکشا از حق خودشون بتونن دفاع کنن و برای حرف زدن حق خودشون گرفتن تو زندان نباشه. اتفاق دیگه روز 12 اردیبهشت تجمعات سراسری معلمان بود در تهران و در شهرستان ها در 27 استان فراخوان داده شده بود و خیلی گسترده به پا شد. شعارهای بسیار کوبنده داده شد. در تهران تجمع با حمله نیروهای سرکوبگر روبرو شد. معلمان ایستادن و شعار میدادن و تعدادی دستگیر شدن که دو نفر از اونا رسول بوداغی و محمد فلاحی همچنان در بازداشت به سر میبرن. فیلم معلمان در تهران و کرج رو میبینیم. درد ما درد شماست، حق ما حق شماست، مردم به ما ملحق
پاداش فرهنگی ماست. بیمه کرامت حق مسلم ماست. بیمه کرامت حق مسلم ماست. بیمه کرامت حق مسلم حق ما حق شماست. دو نمونه دیگه از همین تجمعات که بسیار باشکوه بود در همدان و در کرمانشاه بود. دو کلیپ از همدان و کرمانشاه میبینیم. دو بی‌توجهی به آموزش و پرورش زخم‌های جبران ناپذیر خورده و خسارت‌های عظیم دیده است. ما اینجاییم تا اعلام کنیم هیچ احضار، تهدید، بازداشت، پرونده‌سازی، حبس و تبعید نمی‌تواند یک مجموعه تحت ستم و مظلوم را وادار به سکوت کند. تا تبعیض و بی‌عدالتی هست ما در برابر آن خواهیم ایستاد و سکوت نخواهیم کرد. افتخاری برای نهادهای پیدا و پنهان قدرت نیست که با تهدید ستم دیدگان را وادار به سکوت کنند در حالی که دزدها
راندخاران و نجومی بگیران با آزادی تمام اقتصاد کشور را زیر و رو کردند. اگر نه چنین است، همه انسان‌های حق مدار را در این نهادها و ساختارها از سر تا ذیل دعوت می‌کنیم تا در کنار عدالت‌خواهان باشند و بیشک اگر از حق و عدالت حمایت نکنند از ظالمانند. برخی میگویند ما با شما هم نظریم اما شیوه های شما را نمیپسندیم، یعنی شیوه های اعتراضی ما را نمیپسندند. شما راهی را به ما پیشنهاد کنید تا ما آن راه را برویم به حق من. در شهرهای مختلف کردستان در سنندج، مریوان، کامیاران، مهاباد، دیواندره و دهگالان تجمعات معلمان بودش. در این تجمعات بنارهای قرمز با خاص تحصیل رایگان حق همه کودکان شعار آزادی کارگران و معلمان زندانی می درخشیدش. و همینجور در مشهد با شعارهای درد ما درد شماست مردم به ما ملحق شوید، کارگر، معلم، اتحاد معلمان تجمع کردن که کلیپی از تجمع معلمان رو می بینیم. همونطور که اشاره کردم در اول ماه در تهران 45 نفر دستگیر شدن. این دستگیر شدن از تشکلهای مختلف، اتحادیه آزاد کارگران ایران، شرکت واحد و همینجور کانون نویسندگان، ندای زنان ایران، معلمان، بازنشستگان، از بخش های مختلف هستش. و الان و بعد از اونم در 12 اردیبهشت رسول بود آقای محمد فتاحی دستگیر شده. از جمله دستگیر شدگان تهران ناهید خداجو، داوود رفیعی، رضا شهابی، کامیار فکور، حسن سعیدی، فرهاد شیخی و تعداد دیگه اسامی هستن که بسیارن. و در روز بعدش بنابر خبرها نرگس شجاع و علی مریخی و اسدالله سلیمانی آزاد شدن و تجمعات خانواده برای آزادی اونها ادامه داره. این تجمعات رو باید با تمام قدرت پشتیبانی که همراه با خانواده ستاد بزرگی برای آزادی تمامی دستگیر شدگان اول می در آستانه اول ماه می و 12 اردیبهشت و نه تنها این، جعفر عظیم‌زاده، اسماعیل بخشی، سپیده قلی و معلمان زندانی و همه زندانیان سیاسی به پیش بریم. این گام مهمیه بعد از این پیشروی بزرگی که در اول ماه می و در این 2 روز داشتیم و با چنین قدرتی اومدیم به صحنه. این پیشروی رو تبدیل به یک نیروی متشکل سازمان یافته کنیم برای آزادی دستگیر شدگان، برای آزادی زندانیان سیاسی و برای باز کردن در به زندان‌ها. به علاوه چند خواست مهم در رأس خواستا قرار گرفته که امروز کارگر، معلم، بازنشسته، همه حول این در واقع جمعن. خواست تحصیل رایگان برای همه کودکان، افزایش حقوق به بالای خط فقر 7 میلیونی، درمان رایگان، پایان دادن به امنیتی کردن، آزادی زندانیان سیاسی و پایان دادن به شکنجه و زندان و حمایت که فرخواست اسماعیل بخشی. و اینها رؤوس اون خواست ها است، اینها شعارهای کف خیابان است و باید اینها به بستری باشه برای متشکل شدن سازمان یافته بود، حرکت کردن ما. و تأکیدی که بر تحزب گذاشته شد تو این قطعنامه ها، آزادی احزاب، آزادی مطبوعات، و تو این شرایط تأکید ما هم همینه. بیش از هر وقتی این اوضاع می طلبه که متشکل باشیم، با قدرت آلترناتیو شورایی خودمون بیایم جلو و در حزب خودمون متشکل بشیم. و فراخوان من اینه که وصیان به حزب کمونیست کارگری ایران بپیوندید.
در آخر برنامه رو کلیپی از تجمعات سراسری معلمان میبینید و من اینجا از خدمت شما مرخص میشم. برای شما عزیزان شبها و روزهای خوشی رو آرزو دارم.